چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور و دومین قدرت اقتصادی برتر جهان در زمینه گردشگری هم رشد و موفقیت قابل توجهی در یک دهه اخیر داشته و همچنان راه‌های جدید و البته ترسناکی برای جلب مسافران و گردشگران پیدا می‌کنه. چین یکی از پهناورترین کشورهای جهان هم محسوب میشه و مناظر طبیعی و غیر طبیعی فراوانی داره که با توجه به این موضوع و فرهنگ غنی و متفاوتی که داره سالانه میلیون‌ها گردشگر خارجی رو به خودش جذب می‌کنه. در ادامه با ما همراه باشید تا ترسناک‌ترین جاذبه‌های گردشگری چین رو با هم مرور کنیم. قبل از هر چیز، اگه تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید. کوهستان تیانمن، استان هونان. مسئولین گردشگری کشور چین که یک مسیر پیاده روی روی شیشه ای اونها را راضی نکرده بود، سومین مسیر پیاده روی روی سطحی کاملا شیشه ای و شفاف رو در ارتفاع بسیار بلند در کوهستان تیانمن در استان جنوبی هونان در تابستان 2016 افتتاح کردند. این جاذبه گردشگری شامل 1500 متر مسیر راهپیمایی تشکیل شده از شیشه به ضخامت 6.35 سانتی متر که مانند حاله ترسناک دور تا دور یکی از بلندترین نقاط این کوهستان قرار گرفته. کسانی که جرأت رفتن روی این پیاده روی شیشه ای رو دارن میتونن تجربه یک پرنده رو در نظاره کردن خیابان مشهور تونگ تیان که به دلیل 99 پیچ تند خود به جاده خم شده مشهور داشته باشه که البته 1400 متر پایین تر از این پیاده روی شیشه ای واقع شده. دو پیاده روی شیشه ای دیگه در نقاط دیگری از این کوهستان قرار دارن که یکی از اونها قبلا طولانی ترین در نوع خود بود و هنوز هم با 300 متر ارتفاع بلندترین پیاده روی شیشه جهان محسوب میشه. همچنین طولانی ترین تلکابین جهان با طول کلی 7 کیلومتر که طی مسیر کامل اون نیم ساعت طول میکشه در این منطقه قرار داره. طولانی ترین پل شیشه جهان در هونگیاگو، استان هبی. همه از جدیدترین جاذبه گردشگری چین که نفسها رو در سینه حبس میکنه شگفت زده شدن. این پل شیشه‌ای جدید که تونسته از نظر طول مسیر پیاده روی شیشه کوهستان تیانمن رو به زیر بکشه در منطقه دیدنی هونگیاگو در استان هبی واقع شده. چیزی که بیش از همه این پل شیشه‌ای 488 متری با ارتفاع 218 متر رو ترسناک‌تر کرده اینه که کابل‌های معلق به کار رفته در اون باعث ایجاد نوسان و تکان خوردن مداوم اون شدن. این جاذبه گردشگری بی‌نظیر 1077 قطع شیشه‌ای با ضخامت 4 سانتی متر ساخته شده و دو قله در مناطق کوهستانی شمال این منطقه رو به هم متصل می‌کنه. این پل شیشه‌ای می‌تونه همزمان 2000 نفر رو روی خودش جای بده، اما تنها 600 نفر در آن واحد می‌تونن روی اون راه برن. و کفشای مخصوصی باید بپوشن که برای مراقبت از شیشه اون طراحی شده. در طول این پل نیز افرادی مستقر هستند که در موقع لزوم به کمک گردشگران و بازدید کنندگان میان. کوهنوردی خوفناک در کوهستان هواشان شانگژی. هیچ نوع کوهنوردی به اندازه کوهنوردی در کوهستان هواشان چین ترسناک نخواهد بود، زیرا برخی از خطرناکترین مسیرهای کوهنوردی جهان در این منطقه کوهستانی واقع شدند. 5 قله جداگانه‌ای که در پشت شهر هواین در استان مرکزی شانگژی قرار دارند، برای ماجراجوترین گردشگران نیز روباور هستند. قله شرقی به برخی از ترسناکترین نامهای مسیرهای پیاده روی کوهستان در جهان منتهی می شود که از آنها می توان به پرتگاه هزارپایی، شکاف صدپایی و ستیق اژدهای سیاه اشاره کرد. این نامگذاری ها تنها یک تاکتیک برای ترساندن گردشگران نیست. این مسیرها واقعا ترسناک هستند و از مسیرهای خاکی هموار ناگهان به صفحه های صخره‌ای کامل با ارتفاع 2090 متری تبدیل می شوند که در یک طرف آنها پله های فلزی و زنگ زده به صورت افقی ساخته شدند. ماجراجویی واقعی در قله جنوبی 2160 متری رخ می‌دهد
که جاده الواری چانگینگ در آن واقع شده است. این به اصطلاح جاده ترافیک دو طرفه ای داشته و تنها از چندین الوار چوبی تقلق که به لبه کوهستان پیچ شدن تشکیل می شود. جالب تر این که این مسیر کوهنوردی در عریض ترین نقطه خود تنها 30 سانتی متر عرض دارد. مسیر پیاده روی شیشه های شکننده در شرق تایهانگ، استان هبی. حتی کسانی که در ارتفاع دچار سرگیجه نمی شوند نیز از دیدن این جاذبه گردشگری چین خواهند ترسید. مسیر پیاده روی شیشه ای در منطقه گردشگری شرق تایهانگ در شمال استان هبی زمانی خبرساز شد که سال گذشته ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر گردید که نشان می‌داد یک راهنمای تور پس از ترک برداشتن شیشه زیر پایش روی دست و پای خود خم شده و به شدت ترسیده است، در حالی که مقامات محلی به خاطر ترساندن جمعیت کشور معذرت خواهی کردند، اما هیچ نقص و مشکل مهندسی در کار نبود. تکه های شکسته شیشه زیر یک صفحه بسیار محکم قرار گرفته. تا هنگام راه رفتن روی این مسیر پیاده روی صدای شکستن و خرد شدن شیشه شنیده شود. این مسیر راهپیمایی در ارتفاع 1180 متری از سطح دریا قرار دارد. نردبان هوایی لرزان در باریکه راه تایگر، استان یونان. این مورد یکی از آن جاذبه های گردشگری ترسناک چین است که بدون شک ارزش وقتی که صرف قدم گذاشتن در آن می کنید را دارد. در هنگام کوهنوردی در باریکه راه کوهستانی تایگر در استان یونان در جنوب غربی چین، گردشگران با انتخاب مهمی روبرو خواهند شد. این که راهی خطرناک و طولانی را برای بازگشت به جاده در کنار رودخانه جینشا انتخاب کنند یا مسیری کوتاه اما پرخطر را روی نردبان هوایی در پیش بگیرند. در این مسیر نردبان‌هایی نسبتاً عمودی به الوارهایی بسیار کهنه متصل شده که برخی از آنها اتصال چندانی به دیواره کوه ندارند. هیچ گونه وسایل ایمنی وجود نداشته و 170 پله این نردبان چنان کوتاه هستند که یک نم‌نم باران یا عرق سرد می‌تواند به راحتی دست شما را از دستگیره‌ها جدا کند. کفش‌های مخصوص کوهنوردی با هوشیاری تمام برای رفتن از ابتدای این نردبان تا انتهایش بسیار ضروری است که ارتفاع آن در بالاترین نقطه به 3790 متر می‌رسد. در این مسیر هرگز پایین دره را نگاه نکنید. اگر شما واقعاً اهل ماجراجویی هستید و از خطر کردن نمی‌ترسید، باید این مکان‌ها را امتحان کنید. نظر شما در مورد این جاذبه های گردشگری ترسناک چیه؟ برامون کامنت بذارید و نظرتون رو به ما بگید. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از ویدیوهای جدید ما جان نمونید.